بیشتر مردم زندگی رو یه جنگ میدونن یعنی بیشتر خودشون فکر میکنن که بریم به سمت جنگ با زندگی اما اینو باید بدونیم که زندگی جنگ نیست پیکار نیست زندگی یه بازیه بدون آگاهی داشتن از قواعد بازی برنده شدن و پیروز شدن محاله حالا این بازی چی هست؟ بازی زندگی همون بازی داد و ستت هست بده و بستان هست زیرا اون چیزی که آدم بکاره همون رو درو میکنه یعنی هر چیزی که از آدمی تو سخنش یا عملش آشکار بشه یا بروز کنه به خود انسان باز میگرده و هر چه بده باز خواهد گرفت اگر نفرت به ورزه نفرت به اون باز میگرده اگر عشق به ورزه عشق میگیره اگر انتقاد کنه از اون انتقاد میشه اگه دروغ بگه به اون دروغ میگن اگر تقلب کنه به اون حقه میزنن اگر هر کاری که تو این زندگی فکرشو بکنید انسان انجام بده مثل آینه در وجود انسان خودش رو نمایان میکنه یه مطلبی کم که, باید توی این بازی آدم توجه کنه این هستش که ما یه قوهی داریم انسان به عنوان مثل به عنوان قوه تخیل که تو بازی نقش خیلی ای رو بازی می کنه تو این بازی زندگی حالا این قوه تخیل انسان چی هست ببینید هر چیزی رو که آدمی تو خیال خودش تصور کنه دیر یا زود تو زندگیش نمایان میشه شاید شما هم شنیده باشید که شخصی بوده که ب... 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 یه یه بیماری خیلی نادری رو همیشه ازش میترسیده که نباده مبتلا بشه انقدر در مورد اون مرض فکر کرده بود اندیشه و مطالعه و عرض به حضور شما تحقیق کرده بود که بیماری کم کم وجود اون مرد رو میگیره و اون مرد رو میکشه آخر در حالی که این مرد در واقع قربانی خیال پردازی خودش شده برای پیروزی تو زندگی در بازی زندگی بهتر بگم باید نیروی خیالمون آموزش بدیم کسی که به قوه تخیل خودش آموخته باشه که تنها نیکی رو تصور کنه تنها خوبی تنها کارهای بهروزی و به زیستی رو تصور کنه و ببینه میتونه به همه مرادهای به حق دلش که همون سلامت باشه، ثروت باشه، محبت، دوستی و هر چیزی رو که آدم فکرش رو میکنه به عنوان آرمانهای بزرگ دیگه میتونه برسه تخیل انسان رو بهش میگن قیچی ذهن این قیچی شبانه روز در حال بریدن تصاویر هست آدم و انسان به, نوع به،, به،, به طور کلی در ذهن خودش تصاویری را میبینه که دیر یا زود تو دنیای بیرون با آفریده های ذهنیش رویارو میشه مواجه میشه برای آموزش موفقیت آمیز نیروی خیال هم باید کار ذهن رو بشناسیم یونانیان قدیم همیشه میگفتن که اول خودت رو بشناس خودت رو بشناس بعد میتونی دنیا رو بشناسی اطرافت رو بشناسی توی این موضوعات هم می اومدن بحث میکردن که ذهن انسان سه بخش داره نیمه هوشیار هوشیار و هوشیاری برتر ذهن نیمه هوشیار مثل همون نیروی بخار یا الکتریسیته برق هست قدرت مطلقه و بدون مسیر و جهت هر فرمانی که به اون بدن همون رو انجام میده و توان فهم و استنباط رو نداره هر اون که آدمی عمیقا احساس یا به روشنی مجسم کنه بر ذهن نیمه هوشیارش اثر میذاره و مو به مو تو سحنه زندگیش ظاهر میشه شاید شما هم تجربه کرده باشید ذهن هوشیار هم که بهش میگن ذهن نفسانی یا فانی در واقع همون ذهن بشری هست و زندگی رو به همون شکلی که به نظر میرسه میبینه ذهن هوشیار در واقع همون مرگ و بلا و بیماری و فقر و تنگنا رو مشاهده میکنه و بر ذهن نیمه هوشیار که قدرت مطلق بود عرض کردم اثر میذاره یه هوشیاری برتر هم ما داریم که همون به قول معروف بهش میگن ذهن الهی یعنی خداوند که انسان رو خلق کرده خداوند که نیروی مطلق هست خیر مطلق هست وقتی که انسان رو خلق کرد از روح خودش در انسان ها دمیده یعنی قدرت خودش رو به یه نحوی به انسان داده و خودش رو به یه نحوی میشه گفت حتی میشه ادعا کردش که در انسان ها متجلی شده تجلی پیدا کرده در درون هر انسانی این هوشیاری برتر در واقع قلم رو آرمان های عالی و هرسههای های الهی هست چون هر انسانی صاحب همین روح الهی هستش که افلاتون حتی اون رو بهش میگه الگوی کامل یعنی جایی هستش که جز تو انسان هیچکس نمیتونه اون رو پر کنه کاری هستش که جز تو انسان هیچکس قادر به انجامش نیست این روح الهی این نفخه الهی در هوشیاری برتر انسان دارای تصویری هست که در نهایت کمال هست که معمولا به صورت آرمانی دست نیافتنی یا یه آرزوی چنان رویایی که محال حتی به دست بیاریم توی ذهن هوشیار جلوه میکنه نکته رو که باید بگم این هستش که انسان ها همونطوری که عرض کردم مخلوق خداوند هستن یه قایت راستین بهش میگن یک تقدیری از جانب خدا برای اونها تعیین شده که در درون انسان ها هست و برای انسان هم جلوه میکنه خیلی از مردم از قایت یا تقدیر خودشون برای چیزها و اوضاعی که میکوشند که از آن اونها نیست میخوان به دستش بیارن و این رو هم نمیدونن که اگر انسان خلاف این تقدیر الهی انجام بده هر انسانی شکست ناخشنودی حاصلش همین خواهد بود خیلی وقتا انسان میگه که من برم فلان کار انجام بدم بهمان انجام بدم اما به دستش هم میاره ولی هیچ لذتی نمیبره شاید به دستش بیاره ولی شکست و ناخشنودی همراهش هست این هستش که انسان ها باید این رو هم در نظر داشته باشن که انسان ها مخلوق خداوند هستند در مسیری باید حرکت کنند که اون خداوند در انسانها قرار داده حالا این بحث رو مطرح کردم به این خاطر که بگم که به این خاطر عرض کردم که ببینید خداوند وقتی که انسان رو خلق کرده وفور نعمت رو هم بر سر راه انسان قرار داده هر چیزی رو که انسان اراده کنه میتونه به دست بیاره اما از طریق آرزو ایمان یا کلام به زمون آمده میشه اون خواسته های خودمون رو نمایان کنیم ببینید همیشه هم حتی تو مسائل مذهبی هم حتی اومده که میگه خداوند میگه که از من بخواهید تا شما رو اجابت کنم از من بخواهید دعا کنید هر آرزوی خواه به زبان اومده باشه خواه توی دل انسان ها نافته باشه یک استدعا هست و چه بسیار همه ما از برآورده شدن ناگهانی آرزوی حیرت میکنیم مطلب خیلی مهم اینجا این هستش که جز تردید و ترس و حراس هیچ چیزی نمیتونه بین انسان و بزرگترین آرزوها یا اون مرادهای دلش فاصله ایجاد کنه به محض اینکه آدمی بتونه بی هیچ دلهوره و ترسی آرزو کنه هر آرزویی بدون درنگ بدون فاصله برآورده میشه دلیل علمی این مسئله و حالا چگونگی از بین رفتن ترس از هوشیاری رو که حالا بحث میطلبه خدمت شما ارز خواهم کرد اما این رو باید بدونید که ترس تنها دشمن آدمی هست ترس از تنگ دستی، ترس از شکست، ترس از بیماری، ترس از نرسیدن به اون جایی که می‌خوایم، ترس از دست دادن، احساس ناامنی برای هر مسئله این وجود انسان ها هست پس باید ایمان رو جای نشین ترس کنیم چون ترس یک جور ایمان وارون هست ترس یعنی ایمان به شر به جای ایمان به خیر انسان مخلوق خداوند از خداوند جز خیر چیزی صادر نمیشه،, نمیشه. پس ما باید به خیر ایمان داشته باشیم هدف بازی زندگی هم این استش که آدمی به روشنی و به وضوع خیر و صلاح خودش رو ببینه و هر چیزی رو که تصویر بدی و شر رو از ذهن به و پاکش کنه باید به دنبال اون باشه برای رسیدن به این هدف باید با مشاهده خیر و نیکی روی ذهن نیمه هوشیار خودمون اثر بذاریم. خیلی از بزرگان بعض وقت جملات کلیدی رو همیشه با خودشون تکرار میکنن، همراه خودشون هست. این کلمات هیچ وقت محو شدنی نیستش، اینا تو ذهن نیمه هوشیار اونها نقش بسته که اعتقاد اصلی اونها هم این هستش که تنها خیر و نیکی هستش که میتونه به زندگی راه پیدا کنه و از این رو هم جز نیکی و خیر دیگه پیش نمیاد برای این آدم ها و نکته آخر رو هم باید هم خدمت شما که هر کلام یا ای که تو ذهن نیمه هوشیار اثر میذاره و با دقت حتی میشه گفت حیرت آوری به عینیت در میاد درست مثل ضبط صدای یه خواننده روی صفحه های مثلا گرامافون یا نوار هست که هر آوا و هر لحن و حتی صرفه یا مکس اون هم ضبط میشه پس بیایید تا همه اون صفحه های کهنه نامطلوب و اون صفحه های زندگی رو که دیگه میل نداریم نگه داریم رو توی ذهن نیمه هوشیار خودمون از بین ببریم و صفحه های زیبا و تازه بسازیم